ما اینجا این شانس رو داریم باید بگم که با حمید طباعی رهبر حزب کمونیست کارگری ایران هستیم و من از ایشون خواهش میکنم که سخنرانیشون رو برای امروز شروع کنم. خیلی ممنونم، مرسی، همه خوش اومدید. این خب ما اینجا جمع شدیم برای بزرگداشت مسئله و در سالگرد درگذشتش. من میخوام از این فرصت استفاده کنم و در واقع نشون بدم که چطور منصور اکبر به عنوان یک متفکر سیاسی و به عنوان یک کمونیست و به عنوان یک فرد مبارز کاملا مربوط به دنیای ما. 17 سال از مرگش میگذره ولی متدش، بحثاش، نظراتش، توریاش، فعالیتاش همچنان مربوطه و همچنان زنده است و به این معنا جا داره که ما یک دور دیگه بریم اجمالاً هم شده نگاهی داشته باشیم به فعالیت‌ها و دستاوردهای منصور اکبر و ربطش رو من تلاش می‌کنم به وضعیت امروز دنیا نشون بدم. خب من اینجا عنوان این رو گذاشتم منصور اکبر و زمانه ما. اول باید ببینیم این زمانه ما منظور چیه؟ چه زمانه‌ایه؟ چه دوره‌ایه؟ من منظورم از زمان ما در این بس از قرن 21 یعنی در واقع از مقطع تقریبا از مقطع درگذشت منصور اکبر تا امروز و من فکر میکنم که تحولاتی که در این 18 سال بعد از درگذشت منصور اکبر در دنیا شکل گرفت و پیش رفت به نحو خیلی روشنی نشون میده که اون جهت و اون خط و اون سیاستی که منصور اکبر دنبال میکرد چقدر ضروریه حولش جمع شدن، متشکل شدن، فعالیت کردن و مبارزه کردن. زمانی که خود منصور اکبر اون رو ندید، من در بعد از درگذشت منصور اکبر در همون سال 2002 در اولین مراسمش صحبتم این بود که او ضرورت زمانه بود. اون موقع وقتی از زمانه صحبت میکردیم، خب در واقع تا همون موقع اواخر مثلا مقطع شروع قرن 21 بود و اون زمانه زمانی بود که برمیگشت به تحولات 20 سال قبلش، از زمان از انقلاب 57 تا موقع بعدش مسئله فروپاشی شوروی پیش اومده بود و تمام شدن اون کمونیسم های غیر کارگری و دوران اونها و به اصطلاح سربلند کردن عروج منصور اکبر و کمونیسم کارگریش در برابر دنیایی که کمونیسم کاملا کنار گذاشته بود. ولی امروز وقتی من میگم منصور اکبر و زمان ما، بس زمان ما زمانه دیگری است. منصور اکبر دیگه میان ما نیست. منصور اکبر همونی بود که در اون مقطع ازش صحبت میکردیم. ولی اتفاقاتی که در این 20 سال افتاد به نظرم به نحو عجیبی نشون میده که چطور اون چشمنداز، اون افق، اون جهت، اون متد، اون سیاستی که منصور اکبر در برابر ما گذاشت راهگشا است، جواب میده و پاسخ به دنیای امروز و کمونیسم دنیای امروز. خب این زمانی که من گفتم چه از چه نظر متفاوت؟ فقط قضیه خب طبعا تقویمی نیست، بگیم وارد قرن 21 شدیم پس با قرن 20 متفاوت، داستان این نیست. مسئله این هست که در این دوره ما شاهد عروج مجدد یک رادیکالیسم و یک مبارزه و یک جنبش اجتماعی کمونیستی هستیم که در دوره منصور اکبر این اتفاق نیفتاده بود، چه در ایران چه در سطح جهانی. ما معمولا فراموش میکنیم وقتی منصور اکبر درگذشت جامعه ایران هنوز حتی جشن آدم برفی ها مثل جشن دفاع از حقوق کودکان که در سرنج کردستان شکل گرفت در همون زمستان یه اتفاق افتاد که تابستانش منصور اکبر درگذشته، جامعه ایران کاملا راکت بود. جنبش کارگری این موقعیت اصلا نداشت، حتی یک شخصیت، یک اسم جنبش کارگری مطرح نبود در ایران. مبارزه علیه حجاب، مبارزه علیه اعدام، مبارزه برای آزادی زن سیاسی نظر سنگسار هنوز شروع نشده بود. اینا ایده هایی بود، طرحهایی بود، بحثهایی بود که من صحبت داشت، از جمله که مثلا به این اشاره میکرد که انقلاب بعدی در ایران انقلابی زنانه خواهد بود و مسئله زنان چه نقش تنکنده و مهمی داره در تحولات ایران. اتفاق آنطوری نیفتاده بود.
بعدش بود، بعد از بند مسئولیت بعد بود که جامعه ما دیدیم به شور و به تحرک افتاد و در عرصه‌های مختلف مردم به جلو اومدن. مسئولیت بعد تنها چیزی که در این عرصه ملاحظه کرده بود شورش تیرماه 78 بود که بر اون مبنا جنبش سرنگونی آغاز میشد رو نوشت و بر اون مبنا سعی کرد خصوصیات جنبش سرنگونی رو توضیح بده، ولی جز اون شما تحرکی نمیبینید. در این دوره، در دوره مثلا در قرن 21 بعد از منصور اکبر هست که میبینیم جامعه ایران شروع میکنه به تباتا و یک تحولی صورت میگیره که دیگه تو جنبش کارگری میبینید کمیته ها و نهادها شکل میگیرن، چهره های جنبش کارگری جلو میان، به اسم خودشون حرف میزنن، تکنولوژی اینترنتی کمک میکنه به اینکه گفتمان ها وسیع بشه، چپ اجتماعی جلو بیاد و اعتراض کنه، جنبش دانشجویی سربلند میکنه، جنبش خلاصی فرهنگی جوانان شکل میگیره، جنبش علیه حجاب و علیه کلن آپارتاید جنسی پیش میاد، شورش های مختلف داریم، 88 رو داریم، بعد 96 رو داریم و در اون میون شعارهای تند و رادیکالی که جنبش ها مطرح میکنن، معیشت مزد حتی مسلم ما، سوسیالیسم به پاکیز برای رفع تبعیض، این شعارها همه بعد از مرگ منصور اکبر اتفاق میفته. کودکان کار خیابان بعد از اون اتفاق میفته. وقتی که منصور اکبر که میره کودکان اول رو پایه‌گذاری میکنه و بیانیه‌اش رو می‌نویسه، اون رو تشکیل میده، جامعه بعد از مرگ منصور اکبر بهش جواب میده. در اولین جشن آدم برفی‌های سنندج همون موقع من یادمه در پلنومی که فکر کنم اواخر همون سال داشتیم یه صحبت ما این بود که این پاسخ جامعه هست به طرح کودکان اول منصور اکبر، پاسخ سنندج و شهرهای کردستان. و بعد ما اعتصاب شاه و نساجی ها رو داریم در کردستان و جامعه کردستان اول جایی که به تحرک میفته و بعد همینطور این قضیه گسترش پیدا کنه. معمولا آدم فراموش میکنه که چه در چه دوره‌ای منصور اکبر آخرین سالهایی که صحبت میکرد چی بود و بعد چه تحولاتی اتفاق افتاد و چطور زنده بودن، پویا بودن، مربوط بودن منصور اکبر تو این دوره حتی بیش از گذشته شد. شما میتونید ببینید تو سطح جهانی هم وقتی نگاه میکنید ببینید منصور اکبر آخرین نوشته‌ای که داره، نوشته تحلیلی درخشانی که داره، دنیا بعد از 11 سپتامبر در اون مقطع بود، یک سال بعد از اون که منصور اکبر درگذشت. و اون دنیا بعد از 11 سپتامبر دنیایی که به غرب ارتجاع بردنش، جنگ تروریستا با قول منصور اکبر تازه شروع شده و تروریسم، نژادپرستی، اسلام سیاسی، از اون طرف بوشیسم و هژمونی طلبی میلیتاریستی دولت آمریکا تو دنیا بیداد میکنه. هنوز جنگ دوم عراق حتی اتفاق نیفتاده، حمله به افغانستان اتفاق میفته و جنگ دوم عراق رو منصور اکبر نمیبینه، ولی اونجا منصور اکبر اینو باز میکنه در بحث دنیا بعد از 11 سپتامبر و یک پاراگرافش، یک نتیجه گیری نهاییش این بحثش اینه که یک جهان متمدنی هست که جهان سومی هست، نه ربطی به سیاست‌های میلیتاریستی دولت آمریکا و همپیمانان غربیش داره، نه ربطی به طریق الله به اسلام سیاسی داره. یک جهان متمدنی هست که انسانیت، برابری طلبی، آزادی‌خواهی رو پرچمش بلند می‌کنه و این جهانی که جواب می‌ده. و یک پاراگرافی که اونجا داره نتیجه‌گیری که می‌کنه میگه اون جمله معروفی که قول خفته بیدار می‌شد، میگه این تحولاتی که دارید می‌بینید که اون موقع میگم بین بوش حمله به افغانستان و قضیه بعد از 11 سپتامبر تدارک حمله به عراق و غیره، اون وضعیت دنیا بود و از اون طرف اسلام سیاسی که دیگه بروبرویی پیدا کرده بود و همه کار شده بود، میگه اینها تعیین کننده تاریخ نیستن، اینها اومدن جلو و الان دست اینهاست، ولی روندهای عمیق‌تری تاریخ جهان تعیین خواهد کرد. مبارزه طبقاتی محورش جای دیگه است و توده مردم، همون جهان متمدن، مغول خفته بیدار میشه و اون جواب این دنیا رو خواهد داد. و بعد از منصور اکبر این اتفاق افتاد. تو سطح جهانی ما شاهد جنبش های عظیمی بودیم، شاهد انقلاباتی بودیم. تا قبل از اون اگه یادتون باشه تز هایی بود که دوره انقلابات تموم شده. قبل از انقلابات معروف به بهار عرب صحبت این بود که دوره انقلابات
تمام شده. منصور حکمت تحلیلش اینه که بلند میشن مردم. شما تعیین کننده تاریخ نیستی. اسلامیون و نمیدونم ارتجاع غرب و میلیتاریسم هژمونی طلبانه بعد از شوروی و غیره و از اون طرف نیروهای جهاد اسلامی، اینا تعیین کننده تاریخ نیستن. در زیر در اون یک تناقض و یک تضاد و یک مبارزه طبقاتی در جریانه که این سر بلند میکنه و این نشون میده، با خودش به تاریخ میزنه و دقیقاً اینو دیدیم. جنبش اشغال در غرب دیگه نه ادامه میلیتاریسم نوع بوشی بود، نه ادامه اسلام سیاسی. حرف سومی بود. حرف سومی بود که مردم متمدن دنیا بلند شدن گفتن ما 99%ها در برابر 1%های حاکم ایستادیم. و همه چیز در خدمت شماست، از وال استریت تا ارتش تا دولت تا کنگره تا صندوق رای تا دموکراسی. گفتن آزادی از صندوق رای بیرون نمیاد. دموکراسی شاید به صندوق رای مربوط بشه ولی آزادی و رهایی ما ربطی به این نداره. اینها گفتمانایی بود که تمام غرب رو گرفت. و بعد انقلابات بهار عرب که با شعار کرامت انسانی، با شعار منزلت معیشت کرامت انسانی اومد سر بلند کرد. اون حرکت‌ها تمام شد، اون حرکت‌ها هیچکدوم به پیروزی نهایی نرسید، ولی بحث اینجایی نیست. بحث اینجایی که اون نیروی سوم، اون جهان متمدنی که منصور حکمت داشت پیش‌بینی می‌کرد، اومد و خودش رو نشون داد، سر بلند کرد. و بر اون مبنا اتفاقاتی افتاد، زنجیره‌ای که تا امروز داریم می‌بینیم. اینکه مارکس در دوره بحران 2008 دوباره رجوع کردن به مارکس، بحث سرمایه تخیلی مارکس رفت تو آکادمیای بورژوایی، رفت تو روزنامه مینستریم مطبوعات بورژوایی، مارکس دوباره احیا شد. یک نوع سوسیالیسم و گفتمان سوسیالیسم دوباره در گرفت در اروپا، در آمریکا، در کشورهای غربی. و جامعه ایران هم که گفتم دوره پر از تحول شروع کرد که دیگه به اصطلاح چالش مستقیم و رو در روی مردم با جمهوری اسلامی، گرچه در عرصه‌ها با لباس‌های مختلف، ولی چالش با کل جمهوری اسلامی بود. در جنبش کارگری، در جنبش زنان، در جنبش علیه اعدام، در جنبش جوانان، جنبش خلاصی فرهنگی. این دنیای بعد از منصور حکمت، این زمانه ماست. من وقتی میگم امروز، وقتی از زمانه ما صحبت میکنم، این دیگه اون زمانه طبعا سال 2002 نیست، زمانه ای که ما اینها رو پشت سر داریم. این تعاملات هیچ کدوم منصور حکمت نداره، ولی پیش بینی میکرد که دنیا به این طرف خواهد رفت، پیش بینی میکرد که اینا تعیین کننده نیستن. امروز کجاست؟ اون سیاست‌های میلیتاریستی غرب به کجا کشید؟ چقدر پیروز شد؟ شکست کامل بود. الان وضعیت عراق رو ببینید، وضعیت سوریه رو ببینید، وضعیت افغانستان رو ببینید. و خود جنگ طلبای اون داره دارن میگن اشتباه کردیم. ظاهرا گزارش اشتباهی پنتاگون به ما داده بود که صدام سلاح‌های کشتار جمعی داره، بعد معلوم شد نداره. ببخشید اشتباه کردیم. بهانه مسئله که خود متفکرین بورژوازی اگر یک میلیمتر عمیق فکر کنن بهش باور ندارن، ولی تبلیغی اینا دارن میگن. منظور من اینکه اصلا دعوا سر این نیست. گفت افغانستان رو انتخاب نکردید چون فکر کنید بن لادن اونجاست، برعکس قضیه. شما اومدید که شمشیر بکشید دنیا رو زیر محاق به اصطلاح قطب پیروز جنگ سرد در بیارید. حمله به عراق و افغانستان قضیه، بعد حمله به عراق داشتیم، بعد تظاهرات دیگه داشتیم که دیدیم. میخوام بگم این جهانه که من از این جهان صحبت میکنم، ضرورت زمانه از این زمانه صحبت میکنم. و من میگم این زمانه قرن 21 زمانه یک کمونیسم دیگر است، متفاوت از قرن 20. کمونیسم قرن 20 که با فروپاشی شوروی تموم شد و منصور حکمت با کمونیسم کارگری جواب اون دوره داد، تا اونجایی که به کشورهای مثل ایران برمیگرده کمونیسم شرط زده استقلال طلب، صنعتی گرا، دولت خودی، دولت خودمون بود. خب کمونیسم منصور حکمت از تمام زمان مارکسیسم انقلابی جواب این رو میداد، ولی وقتی قرن 20 تموم شد اون کمونیسم با فروپاشی شوروی که دهه آخر قرن 20 اتفاق افتاد، واقعا دیگه محلی از اعراب نداشت، جایی نبود که بشه اصلا گفت که تأثیری داره، جایگاهی داره، نقشی داره اون کمونیسم. و همه نیروها و احزاب وابسته به اون کمونیسم، کمونیسم چینی، کمونیسم روسی، کمونیسم مش چریکی، کمونیسم آمریکای لاتینی، کمونیسم تروسکیستی، اینها همه ورشکستگیشون عملا اعلام شد. و در نتیجه اون کمونیسم که باقی مون
و اون کمونیسمی که سر بلند کرد و اون کمونیسمی که قرن 21 رو میتونست ببینه، توضیح بده، دست ببره برای تغییرش و دلش دخالت باشه، کمونیسم بود که مسئله بعد پرچمش رو بلند کرد. خب میگم این امر جهانی است، فقط به ایران مربوط نمیشه. همین امروز شما نگاه کنید، تا همین امروز 20 سال از اون دوره گذشته، 17 سال از مرگ مسئول اکبر گذشته، کدوم شاخه کمونیسم چه در ایران چه در خارج ایران هست که خودشو مربوط کنه به جنبش فمه، خودشو مربوط کنه به جنبش اشغال، خودشو مربوط کنه به انقلابات بهار عرب و تبیینشون کنه و نتیجه گیری کنه و ازش سیاست خط موضع گیری در بیاره؟ غیر از کنسکارگری شما چی دوست دارید؟ غیر از کنسکارگری کسی دیگه نیگه. تحولات قرن 21 رو اصلا نمیتونه کمونیسم قرن 20 جواب بده. به اصطلاح کمونیسم قرن 20، کمونیسم غیر کارگری قرن 20، چه در غرب به صورت به شکل تروسکیسم و یورو کمونیسم و سوشال دموکراسی که اصلا تموم شد، و چه در شرق به شکل ماویزم و نمیدونم کمونیسم نوع شوروی و خط چریکی و انور خوجه و هر چی میخواد بگید. دنیای قرن 21 اینها به این دنیا بی ربطن، چون جنبش‌های اجتماعی که پایه کمونیسم غیر کارگری بود، یعنی جنبش‌های اصلاح طلب، جنبش‌های ضد فئودالی، ضد نیمه مستمر نیمه فئودالی، جنبش‌های صنعتی گرا، جنبش‌های دولت خودی، دوره اونها تموم شد. سرمایه بر همه جای دنیا مسلط شد، همه جا دعوا محور جنگ تفاوتی رفت بین کار و سرمایه و کمونیسم های قرن 21 به این نمیتونن جواب بدن. ماویست نمیتونست به جنگ کار و سرمایه جواب بده، یا کمونیسم کمپ روسی، یا یوروکومونیسم، یا تروسکیسم ما امروز دارید میبینید نتیجه شد دیگه. یه شاخه هسته تروسکیسی کنار حزب‌الله و حسن نصرالله وایساده. میخوام بگم زمانه ما یک نوع کمونیسمی میخواست که از دو دهه قبلش منصور اکبر این رو پرچمشو بلند کرده بود و این کمونیسم کارگری، کمونیسمی که مربوط به تحولاتی که امروز هست، کمونیسم دخالتگر، کمونیسمی که هر جا تبعیضی هست هست توریزش میکنه، پرچمشو بلند میکنه، بهش برنامه میده، بهش شعار میده، سازمانش میده. شما الان جنبش فمن رو ببینید، کدوم غیر از کمونیسم کارگری ایران چه کسی اصلا این رو قبول داره که جنبش هست برای نهایی زن؟ یا جنبش حتی همجنسگرایان رو ببینید، جنبش رنگین کمان رو ببینید، جنبش اشغال رو ببینید، جنبش های انقلابی در کشور جهان سومی رو ببینید. کسی خودش رو اینا مربوط نمی کنه. یک معیارها با اون معیارها و با همون ارزیابی های کمونیسم قرن 20 نمیتونید به سراغ این برید. اگه برید فقط سند انزوای خودتون امضا کردید. این اتفاق افتاده. بسید حالا من زمانه رو توضیح دادم. بسید برید برم بگم حالا منصور اکبر کی بود؟ منصور اکبر چطور به این زمانه برگرد میشه؟ من فکر می‌کنم منصور اکبر رو من راجب دو دوره اصلی زندگیش که در واقع از نظر سیاسی میخوام بگم، نه از نظر تقریری. خب تقریبا اینطور است، ولی از نظر سیاسی دو دوره زندگیش رو اشاره میکنم. ولی در کل اگه منصور اکبر رو بخواید بررسی کنید، سه دوره در زندگیش ببینید. دوره مارکسیسم انقلابی بعد از انقلاب 57، دوره کمونیسم کارگری بعد از فروپاشی شوروی، و دوره سوم دوره‌ای که بحث حزب و جامعه مطرح میشه و کمونیسم سیاسی منصور اکبر. خب اون دوره اول، دوره مارکسیسم انقلابی، دوره‌ای است که از لحاظ نظری منصور اکبر سعی می‌کنه مارکسیسم رو بذاره رو پایه‌های خودش تو ایران، نه فقط تو ایران، بلکه مارکسیسم مدروز، بستر اصلی مارکسیسم در غرب هم اون موقع ماویست بود یا کمپ شوروی بود. من یادم اولین باری که ما به ایران رفتیم توی یک از این محافل چپی لیبرالی شرکت کردیم، صحبت می‌کردیم، اولین سوال گفتن شما کی؟ گفتیم ما کمونیستیم، مارکسیستیم. گفتم به کمپ شوروی مارکسیسم روسی؟ گفتیم نه. گفتم بس چینی؟ گفتیم نه. دیگه نمی‌دونستم چی بگم. گفتم یعنی چی؟ بالاخره یکی از این دو تاست دیگه. گفتم کی گفته یکی از این دو تاست؟ میخوام بگم تازه اینا روشنفکرا بودن، روشنفکرای چپ لیبرال، چپ اون جامعه بودن. غیر نمیتونست تصور کنه که غیر از ماویسم و غیر از خط روسی کمونیسم دیگری میتونه باشه.
حرف دیگه میتونه داشته باشه، میتونه منتقد هر دوی اینا باشه و هنوز مدعی باشه. این تو مخیله کسی نمیگنجه. آقا میگم مارکس دوره، مارکس انقلابی دوره‌ای بود که از نظر تئوریک مسئول کرد بود یه بدیهیاتی ها، الان دیگه به نظر همه بدیهیه، البته هنوز به نظر بعضی هنوز بدیهی نیست، ولی اون دوره به نظر همه بدیهی میاد الان که نگاهش میکنیم، که اومد که آقا مارکسیسم جنگی بین کار و سرمایه است، نه برای مارکسیسم علم رهایی یا کمونیسم علم رهایی از قدرت بیگانه نیست، علم صنعتی کردن و تسویه حساب با صنایع مونتاژ نیست، علم دولت خودی درست کردن نیست، علم بیگانه ستیزی نیست، علم رهایی طبقه کارگره. این مارکس و سرمایه به سرمایه‌دار مربوط نیست. اگه سرمایه در ایران وابسته است، سیستم وابسته است. اگر شاه دیکتاتوره، در خدمت کل سیستمه، نه فقط در خدمت خانواده خودش و گویا یه بورژوازی ملی داریم که اگه بیاد دیگه دیکتاتور نیست. اینا بحثی که الان ابتدایی به نظر میاد، ولی مارکس انقلابی سر این بود یک تصویر حساب نظری تئوریک با اون مارکسیسمای جهان سومی شرق زده صنعتی گرای شاخه چپ ناسیونالیسم ضد آمریکایی، این بود تو ایران، این بود شاخه چپ ناسیونالیسم ضد آمریکایی، یا بهش گفتن کمونیسم، چه خط چریکیش، چه خط سش، چه حزب تودش، چه هر کسی دیگه. و اون دوره این بود، من وارد اون دوره نمیشم، پیش از قبلا صحبتش رو کردیم. دوره بعدی که مهم میشه دوره بعد از فروپاشی شوروی هست و همون دوره‌ای که کمونیسم کارگری سربلند میکنه. کمونیسم کارگری که مسعود پرویز صحبت میکنه دیگه بر سر به اصطلاح پالایش تئوریک مارکسیسم در مقابل اونها نیست، این کار انجام شد. به قول خودش بر سر برگردوندن کمونیسم به پایه اجتماعیشه، یعنی به جنبش کمونیسم کارگری به عنوان یک جنبش عینی واقعی که همزاد طبقه کارگر در برابر سرمایه هست در غرب و شرق. و این میگه این جنبش ها هستند که چشم انداز ها، سیاست ها، استراتژی ها، احزاب رو تعریف میکنن. جنبش کمونیسم کارگری بنا به تعریف جنبش کارگر است علیه کار مزدی، علیه بردگی مزدی، علیه استثمار، علیه مالکیت خصوصی به ابزار تولید. و این کنار گذاشته شده. تو ماویس جایی رو پیدا نمی‌کنی، تو کمونیسم روسی رو پیدا نمی‌کنی، تو اورکوجیسم رو پیدا نمی‌کنی، تو تروسکیسم رو پیدا نمی‌کنی. هست به عنوان یک به اصطلاح تعهدی، یک تابوی، یک قولی به یک آینده بسیار دوری. در مبارزه امروزش یا داره با آمریکا میجنگه، یا داره علیه کمپرادوریسم میجنگه، یا برای علیه به اصطلاح قدرت‌های خارجی داره مبارزه میکنه. مارکسیسم رو به علم همه چیز تبدیل کرده بودن جز علم رایه طبقه کارگر. بحث کمونیسم کارگری اینه که ما با جنبش‌ها طرفیم. من اینو همیشه گفتم، میشه بهش گفت تئوری جنبشی مبارزه طبقاتی، مثل لیبر تئوری آف ولیو، تئوری ارزشی، تئوری کاری ارزش رو مارکس میده. منصور حکمت هم صاحب این تئوری است، تئوری جنبشی و مبارزه طبقاتی. و این کاملا دیدگاه رو عوض میکنه، تعبیر ما از دنیا رو عوض میکنه. معلوم میشه اون کمونیسم های قرن 21 و 20 که منصور میگه تو مارکس و انقلابی نقدشون کرد، به این خاطر نیست که مارکس رو خوب نفهمیدن یا اشتباه کردن یا تعبیرات اشتباهی داشتن، به خاطر این است که به جنبش‌های طبقاتی دیگری متعلقند. شما اگر بخواید مارکسیسم و کمونیسم رو تبدیل کنید به علم رهایی از نیمه فئودال نیمه مستعمره، خب ماویسم از توش در میاد. اگر بخواید تبدیلش کنید به اصطلاح پشتوانه سیاست خارجی شوروی، حزب توده از توش در میاد. اگر بخواید به رفرم‌های محدودش کنید، خب همون باز خط شبیه حزب توده تو ایران ازش در میاد. بستگی این داره که چه جنبشی پشت اون تئوریا، پشت اون احزاب هست، که چه اهدافی، چه آرمانهایی، چه استراتژی دنبال میکنه. بنا بر اون مارکسیسم رو هرسش میکنن، مارکسیسم رو تعریفش میکنن. مارکسیسم علم هر کاری نیست. اگر بخواید علم کارهای دیگه‌اش کنید، باید مذهبش کنید، باید دوبش کنید، باید مثل ماو درباره تضاد بنویسید و یک دیدگاه فلسفی کاملا مکانیکی متافیزیکی رو سوار مارکسیسم کنه، که وقتی میخواید با چیان کایچک بجنگید بگید تضاد عمده اینه، وقتی میخواید با روسیه بجنگید بگید تضاد عمده این شد، بنا به تصمیمات سیاسی توریت رو دستکاری میکنید. این کمونیسم کارگری این رو متوجه میکنه، همه رو بهش به این توجه میده
که این دیدگاه های اشتباه از مارکسیسم به اصطلاح اینایی که بهش میگن ریویزیونیسم تو گیومه، اینها اینطوری نیست که بدفهمی شده، کاپیتال رو خوب نخوندن یا متون کلاسیک مارکسیستی رو متوجه نشدن. جنبش های طبقاتی دیگه هست که قلبش واسه چی میزنه، امرش چیه، با چی به هیجان میاد. کسی که با آرش کمانگر چیز توی کسرایی تو ایران به هیجان میاد، خب تئوریش میشه تئوری دوران دیگه، تئوریش میشه استقلال ایران. کسی که با انترنسیون به هیجان میاد اونها جوابش نیست. انقلاب 57 کاری کرد که کسانی به خیابون اومدن که دیگه به هیجان نمیومدن با آرش کمانگر، نفتمون رو بردن دیگه اعتراضشون نبود. صنایع ما حلبیه، کمپرادوره، پیکان به درد نمیخوره، سنگ آهن خودمون بد دراریم، زوبر نداریم، اینا دیگه گفتمانشون نبود. طبقه اومد تو 57 بیرون که به طور ابژکتیو و عینی درد سرمایه‌داری ایران بود، نه عقب ماندگی ایران، نه سلطه آمریکا، نه بردن نفت، نه صنایع مونتاژ خوب نیست. دردش این بود که چه مونتاژ غیر مونتاژ تصمیم از گرده من کارگر دارن میکشن، کارگر نفت ما رهبر سرسخت بود. و مارکسیسم انقلابی جواب این بود و کمونیسم کارگری میگفت این جنبشی که دارید میبینید، جنبشی که تا 57 ایران سر بلند کرد، شوراها رو ساخت و اون حرکت رو انجام داد، این جنبش دیگری است، متفاوت از جنبش چپ‌های ناسیونالیست، چپ‌های استقلال‌گرا. دعوا سر جنبش‌های متفاوته. کسی که قبل از اینکه تئوری رو باز کنه، کتابی رو بخونه، به خودش مارکس بگه یا نگه، از این به هیجان میاد، به این اعتراض داره که چرا صنایع ما مثل ژاپن نشده، چرا ایران ژاپن نشده، چرا صنایعش مونتاژه، این خب میره مارکسیسم رو برمی‌داره. اون موقعی که مارکسیسم مد بود، امروز که دیگه مد نیست، اون موقعی که مد بود کمونیسم رو دست میبره که به امر خودش جواب بده. این کمونیسم ماویز میتونه باشه، احمد خوجیز میتونه باشه، تروسکیز میتونه باشه، همه چی میتونه باشه، جز کمونیسم مارکس، جز کمونیسم منسوی کمن، جز کمونیسمی که امرش برانداختن استثماره. مهم نیست صاحب سرمایه کیه، ملیه یا غیر ملیه، ایرانیه یا آمریکایی، مونتاژه یا غیر مونتاژه، کمپرادوره یا مستقله. این تئوری جنبشی مبارزه طبقاتی به نظر پایه کنسوم کاره. و بعد منظورم که تفاوت ما البته خیلی فراتر از این و عمیق‌تر از این بحث و باز می‌کنم، من اینجا وارد نمی‌شم. در حال این دوره اول کنسوم کارگریه که منظورم فقط اینطوری میتونم بگم در کمپ کمونیسم جهانی، در جنبش کمونیستی داره کمونیسم رو صیقل میده، تعین میده. به قول خودش میگه کنسوم کارگری اسم دیگری است برای کمونیسم مارکس. چیز جدیدی ما نیاوردیم بهش تا کنسوم کارگری. مطمئن کمونیسم مارکس انقدر دست خورده شده و انقدر تعابیر و برداشت‌ها و سیاست‌های غیر کارگری برای سوار کردن که برای اینکه من حرف ما بزنم باید بگم کمونیسم کارگری. و این کمونیسم کارگری در واقع در دوره اولی که به اصطلاح منصور اکبر پرچمش رو بلند می‌کنه اساساً داره در خود صفوف کمونیسم جهانی میگه ما فرقمون چیه. چرا این لازمه؟ به خاطر اینکه شوروی فرو پاشیده و حمله همه جانبه به کمونیسم شروع شده. به خاطر اینکه شوروی بالاخره قطب بسیار سوسیالیسم موجود بود، ابرقدرت جهانی بود. بسیار از کمونیست‌ها حالا باید خودشون رو با این قطب تعریف کردن، حالا یا لهش یا علیش، مثل همون روشنفکر لیبرال ایران که وقتی ما گفتیم ماویس چینی روسی چینی نیستیم ماندن، گفتن پس کی هستید شما؟ دنیا اینطور نگاه میکرد به کمونیسم و فروپاشی این تهاجم عظیم بورژوازی بود با کمونیسم در اون دوره که یادتون باشه، از تاچریس بگیرید تا ریگان و بقیه‌اش. و در برابر میخوام بگم یه جنبه سیاسی جهانی مهمی هم داشت این کار که منصور کرد اومد گفت جنبش ما زنده است، جنبش کمونیسم کارگری، روس و چین و غیره اینا شوروی و غیره اینا نمایندگیش نمیکنن، یه جنبش عینی طبقه کارگری داریم که تئوریاش، سیاستاش، حزبش حزب کمونیسم کارگریه که تشکیل داد در اون. این اولین دوره بود در مبارزه منصور اکبر برای احیای کمونیسم در برابر اون بعد از فروپاشی شده. دوره دوم به نظر من تو این دوره، دوره بعد از بحث حزب جامعه است. اینجا دیگه بحث بر سر سیاسی بودن و مربوط بودن و زنده بودن کمونیسم به مبارزه سیاسی.
تو حزب جامعه است که منصور اکبر تفاوت خودشو با اون به قول خودش کاهنان سرخپوش مبد تاریخ میگه که کمونیسم براشون شده ابزار موضع‌گیری و مرزبندی و تعریف موضع خود و فقط همین مبارزه با تمام بورژوازی جهانی، مبارزه با تمام هرچه به اصطلاح در صف طبقه بورژوا قرار داده، فکری، سیاسی، فرهنگی، همه چیز تو این قطعی پیدا میشه. مرزبندی و موضع‌گیری علیه همه، علیه همه چیز، غیر از اون کسی که میگه مرگ بر استثمار، زنده باد سوسیالیسم، همه چی پیدا میشه جز مبارزه بر سر قدرت سیاسی. این یکی قایلی. و منصور اکبر میگه کمونیسمی که مبارزه برای قدرت سیاسی تو دستور نذاره اصلا کمونیست نیست. حزب نیست. حزب کمونیستی حزب مبارزه بر سر قدرت سیاسی. ممکنه محفل خوبی باشه، محفل مطالعاتی باشه. ممکنه آکادمیسیان رادیکالی باشن. ممکنه گروه‌های فرهنگی، هنری، تئوریک، سیاسی مارکسیستی چپ باشن، کارشون هم ارزشمنده. ولی اگه از حزب صحبت می‌کنید، شرط لازمش اینه که قدرت سیاسی رو در دستور بذارید. نه اینکه قدرت سیاسی رو می‌گیرید یا نمی‌گیرید. به قول خودش این بالاخره یه هفته اتفاق می‌افته. قدرت سیاسی رو می‌گیرید یا نمی‌گیرید. بس سر اون نیست. بس سر اینه که مکان قدرت سیاسی در تفکر اون سازمان، در استراتژی اون سازمان، در تاکتیک‌ها، سیاست‌ها، عملکردش چقدر معطوف به قدرت سیاسیه و چقدر تصرف قدرت سیاسی ناظر بر کارشه. در چپ قرن 21 که من 21 که من صحبتشو کردم، این تماما به طبقه کارگر واگذار شده. خودش قدرت رو میگیره. طبقه کارگر شورا رو تشکیل میده، قدرت رو میگیره. اگر تازه ورژن خوبشه، ورژن دیگه‌ش اینه که مش چریکی است که قرار موتور بزرگ رو که همون کارگر دیگه نه، توده خلق است، توده خلق بلندش قدرت رو میگیره. اینکه در عرصه مبارزه سیاسی حزبی هست که میگه من حاضرم میتونم سیاست میگه قدرت رو بگیرم، این کفره. به منصور اکبر میگه من دارم کفر میگم. تو بحث حزب و قدرت سیاسی، حزب و جامعه، منصور اکبر میگه من با خوانندگان اپرا هم اگر قدرت رو بتونم بگیرم میگم. منظورش نیست که این عملیه، داره رتوریک، داره پولمیک میکنه با کسایی که مجاز نمیدونن حزبی بگه من قدرت رو میگیرم. باید بگی طبقه کارگر قدرت رو میگیره و طبقه کارگر میگه شما آماده نیست. همونطور که میگفتن طبقه کارگر باید حزب بسازن. این توری پیوند، توری که طبقه کارگر حزب میسازد 50 سال شپون دوره است و هنوز هم هست. من نیست چه اتفاق متافیزیکی باید بیفته یه طبقه حزب بسازن. این چیه؟ این روشنگی خودش رو متعلق به اون طبقه نمیبونه، متعلق به اون جنبشی که الان گفتم تو توری جنبش مبارزه طبقاتی، اصل اون جنبش نیست. منصور اکبر میگه طبقه کارگر حزب رو میسازه برای نجات جامعه و اون چپ حزب رو میسازه برای مجلسگویی از طبقه کارگر. حزب رو میسازه برای اینکه ثابت کنه که من کارگری ام. خب اگه خودت کارگری باشی احتیاجی به اثبات این نداره. حزب کمونیست کارگری حزبی است برای نجات جامعه از دید طبقه کارگر، برای گرفتن قدرت سیاسی. گرفتن قدرت سیاسی به قول منصور اکبر کلید گذار از تفسیر جهان به تغییر جهان، و کسی که اینو تو دستور نذاره تغییر جهان هم گذاشته کنار. موضع‌گیری های خوبی، مرزبندی های خوبی، بحث های توریک خوبی، بحث های اکادمیک خوبی ممکنه داشته باشه و مهم من باشه، مثبت هم باشه، ولی هرچه هست حزب تغییر جهان نیست. این بحث تازه است. شما در سمینار اول کمیسیون کارگری که سال 89 منصور اکبر گیری بحث ندید، در مقطع تشکیل حزب کمونیست ایران این بحث ندید. اون موقع حزب درست کردیم، اون موقع منصور اکبر تسهای تشکیل حزب داد. در نقد توری پیوند و در نقد اونی که گفتن کارگرت کنی میتونی حزب درست کنی، اونو نقد کردیم، حزب کمونیست ایران درست کردیم. ولی اصلا اونجا بحث وسط قدرت سیاسی نبود. هیچ کس نمیگفت که حزب کمونیست وقتی هست که بسر قدرت سیاسی بوده. چرا؟ به این معنی نیست که آن منصور اکبر اشتباه کرد اون درست کرد، از اولی درست میکرد. این باز زنده بودن مارکسیسم رو نشون میده و زنده بودن تئوری منصور اکبر. ضرورت زمانی چی رو گذاشته جلوی شما؟ حزب کمونیست ایران درست شد در برابر توری های پیوند که باز همون طبقه کارگر خودش باید حزب درست کنه و ما حد اکثر کار سوسیالیسم اینه که ببینیم کمونیسم پیوند بدیم. و چون طبقه کارگر آماده نیست و چون حالا هم آماده نمیشه، هنوز هم آماده نیست، همین امروز هم هنوز خیلی درس میگه حزب نیست چون طبقه کارگر آماده نیست. حالا نیست که آماده میشه، حزب هم در کار نیست. اون موقع دعوا سر برنامه بود اگر یادتون باشه، و اهمیت برنامه که اول اتحاد مرزان برنامه نوشت و بعد برنامه حزب کمونیست ایران نوشته شد و اینکه ما میتونیم مجازی باید حزب درست کنیم. اگه حزب درست نکنید به اینجا نمیرسید.
این پوچ طبقه کارگر حزب با خودش درست می‌کرد، قطعی بگیر و بنشونه. محول کردن حزب به غیر ممکنه، به بی‌نهایته. همین بحثا اومد سر قدرت سیاسی که خب حالا حزب رو ساختید، حالا قدرت سیاسی، قدرت سیاسی که دیگه باید طبقه بگیره. مسئول گفت نه، قدرت سیاسی کارگر هست ولی کارگر حزب شده دیدیم. ما از خودمون شک داریم که حزب طبقه کارگری 100 تا کارگر بزرگ باشه یا 100 هزار تا کارگر. ما حزب طبقه کارگری به خاطر سیاست ها، استراتژی، توریا، فعالیت ها، موزگیری ها. و طبقه کارگر فقط از طریق حزبش میتونه قدرت رو بگیره. چه از نظر تکنیکی فرمان روز قیام و یه حزب باید بده، حمله به کاخ زمستانی یه حزب باید بده، حمله به رادیو تلویزیون یه حزب باید بگه. از نظر تاکتیکی و عملی، از نظر سیاسی هم اون افق چشماندازی که استراتژی طبقه کارگر، اهداف طبقه کارگر، جهت طبقه کارگر تبدیل کنه به یک گفتمان عمومی، تبدیل کنه به یک ارزش‌های اجتماعی که توده مردم همون 99% ها رو به قول امروز بیاره پشت طبقه کارگر، این هم کار حزب. طبقه کارگر در خود، طبقه کارگر باید پیروز بشه، خودش هم باید پیروز بشه، ولی این حزب جزئی از خود طبقه کارگر. این بحثی بود که تو حزب جامعه و حزب قدرت سیاسی ما صحبت کرد و اصلا تعریف حزب رو موکول کرد به جایگاه قدرت سیاسی در تفکر، استراتژی، عملکرد یک احزاب. و اگر این جایگاه نداره قدرت سیاسی، شما حزب نیستید. ممکنه هر نوع محفلی، هر نوع فعالی، هر نوع نهاد مثبتی حتی باشید در صورت تئوری ها، نظرات یا هر چی، ولی فعال به اصطلاح حزبی یا حزب کمونیستی طبقه کارگر نیستید. حزب طبقه کارگر جزئی از خود جنبش کارگری است برای گرفت تصرف قدرت سیاسی. این تصرف قدرت سیاسی محور این رقابت. و بعد من صحبت باید گفت من کفر میگم، من میخوام یه جای این کفر رو یکم باز کنم. اینا هنوز هم کفره رو کنم، هنوز هم اینا کفره. این دوره دوم که از بحث حزب و جامعه من صحبت شروع میشه، این جنگ هنوز تمام نشده. ماکسیم انقلابی حرفش رو تثبیت کرد دیگه، کسی تو چپ اینا پیدا نمیشه که به مونتاژ بودن صنعت جایی اعتراض کنه، چون صنعت مونتاژی نمونده، مستقل‌تر از جمهوری اسلامی شما حکومتی نداشتید تو مملکت. یا نمیدونم طرفدار نفت ملی و غیره و غیره، این بحث ها تموم شده. بحث کمونیسم و کارگری بعد از فروپاشی شوروی و اینکه کمونیسم و کارگری جنبشی غیره، این لاغت تو صفحه کسانی که میگن مدعی کمونیسم کارگری جا افتاده، ولی بحث دوم اینطور نیست. بحث حزب قدرت سیاسی اینطور نیست. بحث قدرت سیاسی هنوز کفره. ببینید کفرایی که مسئول کرد گفت، معمولا این طور میشه که وقتی مسئول کرد بحث قدرت سیاسی کرد، نفس این که حزب قدرت رو میگیرد نه طبقه، حزب به طبقه قدرت رو میگیرد برای حفظش، برای سازماندهی قدرت و شورای طبقه کارگر، توده مردم در شورا رو سازماندهی در تسرب قدرت کار حزب. این رو مسئول کرد گفت کفر و گفت قابل 5% اون جامعه، گفت اصلا با خوانندگان اپرا هم اگه بشه قدرت رو میگیریم، مجازیم، باید این کارو بکنیم، اینا کفر. ولی این فقط یه گوشهشه. تو همون بحث مسئولیت کرد اینو مطرح میکنه که بزرگترین مانعی که بر سر راه ماست برای تصرف قدرت سیاسی، خصومت آمریکا با ماست. و این تصویر، نمیگه حتی خصومت عملی، این تصویر وقتی جامعه داشته باشه که اینها با آمریکا قراره درگیر بشن و اگه قدرت رو بگیرن، فردا به قول این مثال خودشه، فردا یک موشک کروز میخوره تو پارک سایی، مردم نمیان پای قدرت دادن به این چیز. که این تصور داشته باشه، تصور این که اینا یک جنگ نهادینه، جنگ هویتی با آمریکا و غرب دارن و قراره بعد از اینکه جمهوری اسلامی بره، حالا یک کمونیسم بیاد که حالا با ورژن کمونیسمی با شیطان بزرگ بجنگه، حالا با ورژن کمونیسمی پرچم آتیش بزنه، این رو جامعه پاش نمیره به درست. این یک کفر دیگه است. یه کفر دیگه‌اش هم آدم میگه تو همین زمان. مسئول کار اون موقع میگه که شایع کردن که ما از دولت اسرائیل پول میگیریم. میگه ما که این کار نمی‌کنیم، جوابشون رو دادیم. ولی این ابلهان نمیفهمن که این به نفع ماست. این که شما بگید یک حزبی از اسرائیل پول میگیره به نفع ماست، میگه به خاطر اینکه اون حزب باید انقدر جدی باشه، انقدر سیاسی باشه، انقدر روش حساب کنن که اسرائیلی که میدونن شاخه آمریکای خاورمیانه است بهش پول میده. میگه بگذار بگوین. یه کفر دیگه است. شما چپی سراغ دارید که اینطور فکر کنه که آها شایع کردن من اساسایی پول میگیرم، بریم جوابش رو بدیم، این ما رو تضعیف میکنه. من شایع کردم این ما رو تضعیف میکنه. اینا قبل حاد سیاسی هم نمیفهمن. و
و بعد در جواب این قضیه آمریکا که میگه این تصویر خصومت آمیز آمریکا نباید داشته باشه، میگه مهمترین نقطه قوت کنسکارگری این هست که ادامه تمدن غربیه، رابطش با غرب، نقل منصور حکمت به سرمایه‌داری از ایران شروع نشد. منصور حکمت نه به قول خودش نه شاخه سوم حزب تو دست، نه شاخه چهارم فدایی، نه پیکار، نه از مجاهدی، نه از جبهه چپ جبهه ملی، از اینجا در نیومده، از نقل سرمایه‌داری در انگلیس در اومده و به همین خاطر کمونیسم غربیه، کمونیسم رادیکال غربیه، با فرهنگ غرب نه دعوا نداره بلکه خودش امتداد فرهنگ غرب، فرهنگ پیشرو غرب، فرهنگ نه حتی فرهنگ ارتجای بورژوایی غرب نه، ولی خود سوسیالیسم در چه فرهنگ غربیه، دید عمیق راجع به رهایی و برابری زن و مرد. امروز دیگه بتونید بگید در دفاع از حقوق مثلا رنگین کمانی ها، گیولزمیان ها، در دفاع این ایشوی بود که منصور حکمت در زمین آخری مطرح بود، امروز خیلی داغ و اون کوزه منصور حکمت اجازه میدی نه بگید چون تو ادامه این هستی. اون چپی که چپ قرن بیستمی که شاخه گفتم شاخه چپ ناسیونالیسم سنتی گرای ایرانی هست با همین هم مسئله داره. چطور ممکنه اون چپ بگی این به نفع ماست که فکر کنن اسرائیل به ما پول؟ چطور ممکنه اون چپ فکر کنه که مهمترین مانع سر ما تصویر خصومت با آمریکاست؟ اینو مقایسه کنید با این بحثی که اخیراً سر آمریکا رو فکر میکنن برن از یک چهره افشاگری کنن که با آمریکا رابطه داری دارن میزننش. نه عزیزم، دارید محبوبش میکنید، نمیزنیش، نقد بزنید یه جای دیگه. این نشد درست نقطه مقابل اون چیزی که گفته منصور حکمت. من میخوام بگم این کفرهای منصور حکمت هنوز کفره و بحثی از منصور حکمت که جا نیفتاده و بهش اونطوری که بحث دوره قبلش تثبیت کرد خودشو و پیروز شد اونطور نشده، بحث حزب قدرت سیاسی و حزب جامعه هست. تو چارچوب همین بحث حزب قدرت سیاسی هست که وقت بحث انسانگرایی مطرح میشه. ببینید حزب ما اخیراً یه جزوه‌ای در آورد به اسم از گروه فشار تا حزب سیاسی، مجموعه 5 مقاله و سخنرانی منصور حکمته. بحث آیا پیروز کمیزگان ممکن است، بحث حزب و جامعه، بحث سلبی اثباتی و دو سخنرانی منصور حکمت که تحت نام این حزب شماست ما منتشر کردیم. اینا همه بعد از مرگ منصور حکمت کتبی شد. تنها بحثی که خود منصور حکمت کتبی کرد بحث حزب و جامعه بود، بقیه‌اش همه شفاهیه، اودیوهاش هم رو سایتاش هست. ما یه رو بسطه یک جزء در آوردیم، این جزء فهمیده نشده رفاقا، کل این جزء منصور حکمت بعد از حزب و جامعه درک نشده و به همین خاطر بعد از مرگ منصور حکمت یکی که خودشون رو طرفدار نمودن بازگشتن به کمپ سابق، بازگشتن به چپ مرزبندی و چپ موضع‌گیری، نه چپ دخالتگر، بازگشتن به چپی که انقلاب 88 قبول نیست، انقلاب مصر قبول نیست، اون کمونیست نیست، این شخصیت قبول نیست، اون چهره قبول نیست، این حرکت قبول نیست. چرا؟ چون با ایدئولوژی و با خط من نمیخوره. همون کاهنان سرخپوش معبد تاریخ، با این فرق که منصور حکمت هم یک مجسمه جدیدی شد تو اون معبد، میپرستنش، گذاشتنش اونجا. گویا با مرگ منصور حکمت تاریخ تمام شد، مارکسیسم تمام شد، هر چی هست اونه. گویا ما باید از کوهانمون بخوریم فقط و جلو بریم. اگه منصور حکمت گفته گفته، اگه نه هر کی هر حرف دیگه زده به درد نمیخوره. یا شما کات و پیست میکنی و نقل قول میاری یا حرفت به درد نمیخوره. میخوام بگم متاسفانه یک بخشی که خودشونو پیرو منصور حکمت میدونستن بعد از مرگ منصور حکمت اون رو هم تبدیل کردن به یک مجسمه در معبد تاریخ، کاهنان سرخپوش معبد تاریخ، و گویا فریز شده همه چیز، منجمد شده. بعد از مرگ منصور حکمت هم توی گفتم دنیا به هم ریخت، ایران به هم ریخت، جهان به هم ریخت و بعد از اون این بحث‌های مطرح شد که گفتم تو این جزء آوردیم. من الان وقت زیاد نیست، به چند نکته اشاره می‌کنم. این جزئی که آوردیم بحثش کردیم، بحث حزب و جامعه رو گفتم خدمتتون. بحث دیگه‌ای که منصور حکمت خودش مطرح کرد اون دوره مهم بود، بحث آیا پیروزی کمونیست در ایران ممکن است؟ تو پیروزی آیا پیروزی کمونیست در ایران ممکن است؟ منصور حکمت میاد به روشنی این جنبش‌های توری جنبشی مرز توافقی رو بس میده.
و جنبش های دیگر رو میگه و اونجا این رو روشن میکنه که ما باید بتونیم به رهبر جامعه، میگه رهبر جامعه، باید بتونیم به رهبر جامعه تبدیل بشیم. این رو هنوز خیلی از چپا قبول ندارن. و وقتی از رهبری جامعه صحبت میکنه، منظورش این است که هر کسی که هر گوشه جامعه به هر ظلمی و هر گوشه تبعیضی، نابرابری، بیحقوقی معترض داره، باید ما رو رهبر خودش بدونه و ما باید عملا این رو نشون بدیم بهش. میتونیم نیست که مدال رهبری بهش که نمیدن، برای اینکه رهبر اون بشی باید تو اون عرصه براش بجنگی. جامعه رو از دید مارکسیستا غیر مارکسیستا، سوسیالیستا غیر سوسیالیستا تقسیم بندی نمیکنه. مبارزه طبقاتی اینطوری تقسیم بندی نمیشه. مسئولیت خودش یه بحثی داره، توری چگونه توده‌گیر میشه. میگه توری با آموزش توده‌گیر نمیشه، با ترویج توده‌گیر نمیشه. توری مارکسیستی، توری انقلاب کمونیستی، توده اهالی، حتی توده طبقه کارگر از رو سیاست حزبش انتخاب میکنه، نه از رو توری. و باید تو را طرفدار یا مبارز راه امر خودش بدونه، نه فقط طبقه کارگر، برای همه بخش محروم جامعه. به همین خاطر بحث 99 درصدی ها که بعد از منصور اکبر رواج پیدا کرد، به نظر من کاملا منطبق بر توری های منصور اکبر. 99 درصد در برابر 1 درصد، 1 درصد سرمایه‌دار و 99 درصد که همه کارگر نیستن، ولی همه از سرمایه‌داری به عذابن. و شما برای اینکه رهبر جامعه بشید، باید در هر جنبش اعتراضی امر اون جنبش رو نشون بدید. توی کمونیست امر اون جنبش رو حل میکنه، نه توی اون جنبش بیا امر من حل کن. چپ برعکس نگاه میکنه، جنبش زنان اون کسی توش مهمه که کمونیسته، بقیه سازشکارن، با آمریکا ساختن، بورژوان غیره غیره. تو جنبش کودک هم همینطور، تو بعضی جنبش ها اصلا به درد نمیخوره. جنبش حجاب اصلا امر ما نیست، مال زنان شمال شهری. از 8 مارس سال 50 اینو گفتن، همون زن دارن میگن ایدشون که حجاب که به ما مربوط نیست. جنبش خلاصی فرنگی با گیولزیانو که اصلا به ما مربوط نیست. اینا چیه؟ در تو آب بکش، تو میره از رنگین کمانی ها صحبت میکنی. من سوچ باید عکس اینو داره میگه، میگه من میخوام رهبری. اگر که قبول دارید که سرمایه داری فقط تو کارخونه نیست و نابرابری و ستم و تبعیض طبقاتی فقط تو کارخونه نیست، برید به جامعه لطفا نگاه کنید دیگه. زن اون جامعه رو ببین. تو بحث سلبی اثباتی میگه ما اکثریت این بخواهد که زنان جامعه 50% با جامعه بامان به اضافه مردانی که موافق رهایی زنن. این 50% 10% دوستان کمونیست نیستن، ممکن از نظر سیاسی اسم سیاسی مجاهد باشه، سلطنت هر چی باشه. میگه ولی تو جنبش رهایی زن منو باید رهبر خودش ببینه، چون به طور واقعی اینه، نه اینکه ما میخوایم یه چیزی رو به اصطلاح تحمیل کنیم به کسی. به طور واقعی چه جنبشی هست که برای رهایی زن میجنگه اونطوری که ما میجنگیم؟ چه جنبشی هست علیه مذهب میجنگه اونطوری که من میجنگم؟ بذار همه اتیستا بگن که اگر مواظب با مذهب حزب کنشگاهگری، حتی فلانی تو حزب کنشگاهگری شخصیت های اینه، اینه اگه مواظب با حزب، مواظب علیه اعدام طالبین، اگه اینه میناهدی، مواظب علیه سنگسار. اینی که میگه مواظب علیه سنگسار کی نمیدونم، ممکنه هنوز خودش محجبه باشه، هستن اومده وایستده با حجاب خارج کشور هم هست، حجاب شوهر نداشته ولی کنار ما وایستده علیه اعدام و داره مبارزشو میکنه. این متد رو شما بذارید در مقایسه با متدی که همون چپ، همون کسایی که یک دوره هم امروز هم خوشتون میگم طرفدار منصوری، بعد چه رسه به چپای دیگه، ببینید چطور نگاه میکنن. اونا شاخصشون این نیست که من بر رهبر جامعه بشم، شاخصشون اینه که همه جامعه باید کمونیست بشه. کسی ارزش داره مبارزش رو کمونیست. و مسئله فرمالیه افراطیش که تقسیم بندی به دموکراتیک سوسیالیستیه. یه مسائلی هستن که سوسیالیستی هست، منظورش اینه که به کارگر به عنوان صرف کارگر که نگاه کنی سوسیالیستی، به کارگر به عنوان طبقه اجتماعی نگاه کنی دموکراتیک. نظر منظورش امر آزادی بیقید و شرط دموکراتیکه، امر رهایی زن دموکراتیکه، امر مبارزه با مذهب و سکولاریسم حتی دموکراتیکه. چی سوسیالیستی؟ مبارزه علیه استثمار، بقیه‌اش دموکراتیک. یه دوره تو تاریخ اینو معنی میداد. لنین موقعی اومد دموکراتیک سوسیالیستی تقسیم کرد. چرا؟ چون اون موقع هنوز جامعه فئودال، جامعه روسیه فئودالی تزاری بود اساسا. به قول خود لنین طبقه کارگر روسیه در اون زمان از عقب‌ماندگی‌های سرمایه‌داری بیشتر می‌کشید تا از خود سرمایه‌داری.
اون موقع مسائل دموکراتیک بود چون بورژوازی اعصاب لیبرال کادرها حرفی برای گفتن داشتن. تازه اون دوران به این گفت رهبر دموکراسی هم منم، چرا دادن دست اون؟ درست دموکراسی هنوز مسئله است، درست تحولات ضد فئودالی هنوز جا داره و لیبرال ها و کادرها طرفدار اونن، ولی رهبر اونم پرولتاریاس. بول شما بولشویکایی. تازه بس لنین بود، ولی اینم بذارید کنار. تو اون دوره من داشت، تو چین دوره جنگ ماو، جنگ طولانی، جنگ انقلاب چین معنی داشت. چون جامعه نیمه فئودال نیمه مستبره بود، اول باید تعریف فئودال رو روشن کرد. اونجا من میفهمم یکی بگه دموکراتیک سوسیالیسم. امروز تو جامعه ایران قرن 21 و تو دنیایی که همه جا سرمایه‌داری هست، هنوز ما دموکراتیک داریم؟ کدوم دموکرات؟ شما یه حزب دموکراتی میشناسید که بیاد بر علیه مذهب مبارزه کنه؟ یه جای دنیا به من نشون بدید لطفا، غیر از کمونیست‌های کارگری. کمونیست‌های غیر کارگری که تازه استراتژی پیش طرفدار مذهبه، اون که هیچ حزب تو داشتم که میدید رفته کنار مذهب بایستاده. الهیات رهایی بخش هم تزاشو دادن مدت هست. چه کسی علیه مذهب ایستاده غیر از حزب کمونیست کارگری، غیر از طبقه کارگر به معنا؟ هنوز هم دموکراتیک هست؟ دموکراسی رو ببینید چه بلایی سرش اومد. ترامپ دموکراسی غربیه تو پیشرفته کشور صنعتی دنیا. حتی دموکراسی به معنای لیبرالی انقلاب کبیر فرانسویش کی ازش دفاع میکنه؟ در برابر نظم نوین جهانی یا در برابر نسبت فرهنگی چه کسی از جهان شمول بودن حقوق انسان ها دفاع؟ کدوم لیبرال دفاع میکنه؟ کدوم دموکرات دفاع میکنه؟ کدوم چپ حتی غیر از کمونیسم کارگری دفاع میکنه؟ تقسیم بندی به دموکراسی سوسیالیستی بذارید کنار. این فقط برای محروم کردن، ممنون کردن پاگذاشتن طبقه کارگر تو عرصه مبارزه سیاسیه. اگه کارگری باید تو کارخونه علیه استثمار مبارزه کنی، مسئله هم به تو چه؟ مسئله مذهب به تو چه؟ اینا دموکرات، اینا مسئله بورژواییه و آلوده میشی. این همون بحث ساده ما باید به رهبر جامعه تبدیل بشیم تا حزب تو حزب قدرت از اینجا در میاد. مسئولیت یه پیشبینی جالبی داره در برابر اون دوره‌ای که از ظاهرا مواضع کارگر پناهی یه دست این حزب رفتن. در ضمن بگم این اتفاق که افتاد وقتی مسئولیت کرد بسه حزب جامعه دامت رکن. کسانی که با اون دوره اول با بس تفاوت‌های ما با مسئولیت بعد اومده بودن اینجا گفتن نه دیگه، این نتیجه‌گیری سیاسی ما قبول نداریم. حزب قدرت را میگیرد و حزب و جامعه و رهبر جامعه اینا دیگه قبول نداریم، گذاشتن رفتن با اون بحث به اصطلاح کارگری. اونجا مسئولیت اینو میگه این که کسانی این رو متوجه نیستن که طبقه کارگر فقط به عنوان صنف نباید دید، فقط به عنوان صنف علی استثمار میبینن، نه به عنوان یک طبقه اجتماعی که به همه مسائل اجتماعی کار داره و مهمتر از اون راه حل همه مسائل اجتماعی هم این طبقه داره. تو 1950 اینطوری نبود، تو 1960 اینطوری نبود، ولی تو 2020 تو 2000 دیگه 100% اینطوری. از محیط زیست تا حقوق کودک تا علیه فقر تا علیه ریاضت کشی کلیدش دست یه طبقه اجتماعی. مثلا اینکه میگه اونایی که طبقه کارگر طبقه اجتماعی نمیدونن و صرف میبینن اینطوری نیست که اشتباه میکنن، این پیشرفتی بورژوازیه تو صفوف کارگر. بورژوازی که میخواد کارگر صرف باشه و صرف باقی بمونه، بورژوازی که میخواد کارگر فقط علیه دستمزدهای عقب افتاده و علیه حقوق خودش مبارزه کنه، به مسئله زن مربوط نبینه خودش، به مسئله مذهب خودش مربوط نبینه، به مسئله محیط زیست خودش مربوط نبینه. این پیشروی بورژوایی تو صفوف جامعه کارگری. و بعد اینو میگه وقتی که اوضاع متحول بشه و شرایط به طرف جوشش ها و عروج انقلاب نزدیکتر بشه، این مخالفت ها هم بیشتر خواهد شد. این صفبندی به اصطلاح کارگر زدگان در مقابل کمونیست کارگر بیشتر خواهد شد. امروز شاهدش هست، این اتفاق داره، دقیقا این اتفاق داره. جامعه متحول شده، همه چشمانداز انقلاب تو جامعه است، بحث قدرت سیاسی و آلترناتیو داغ شده و اون چپ غیر کمونیست کارگری شمشیر کشیده علیه اینکه شما چرا همین حرفا رو میزنید، چرا میگید همین، چرا میگید انسانیت، چرا میگید حکومت انسانی، چرا میگید مبارزه برای همه جامعه، چرا میگید رهبر جامعه. تو این جزئی که من گفتم تو بحث سلبی اثباتی یه بحثی داره مسئله کرد که اینم باز فهمیده نشده، هنوز فهمیده نشده. اونم میگه آقا جان اگر شرایط انقلابیه شما دیگه با تئوری و ترویج و سوسیالیسم نمیتونی بری تو خیابون. به قول خودش مردم با شعار ضد با سوسیالیسم به پادگان ها حمله نمیکنه. اگر این جنبش شروع شد شما باید کارتو کرده باشی، جنبشتو ساخته باشی، دیگه اون روز دیره. اگر تو خیابون مردمی بلند شدن و
شما رو به عنوان رهبر قیامشون علیه جمهوری اسلامی دیدن، شما رو انتخاب میکنن. اون موقع دوره روشنگری مردم نیست، روشن هستن نیستن، انتخابشون رو کردن، اتفاق افتاده. 3 دهه هست، 4 دهه اگر 57 شروع کنیم، حزب ما داره میجنگه. اگر تو این مدت شما اون جنبش تو ساخته و پرداخته کردی در رابطه با راست، در رابطه با ترامپیست، در رابطه با بوشیست، در رابطه با اسلام سیاسی، غیر و غیر و غیره، تو خیابون اون وقت میتونی فقط با مرد بر جمهوری اسلامی رهبر بشی. و اگه اون کار نکردی تو خیابون فقط به پای خودت میزنی. این نقدیه که به ما میکنن که آها گویا در انقلاب 57 باید میرفتیم تو خیابون مرد بر خمینی میدادیم. نه عزیز من، اون موقع دیگه دیر بود، باید قبلا سنگاتو با خمینی واکنده باشی. اون چپی که هیچ نقدی نداشت به اون اسلام ضد آمریکایی، نه تنها نقدی نداشت، فصل مشترک داشت. همونقدر که خمینی به اسرائیل و به انقلاب سفید و به سلطنت و به آمریکایی‌گری انتقاد داشت، چپ هم همون تو همون مایه انتقاد داشت. این نمی‌رفت تو خیابون بگه مرد به خمینی، اگرم میگفت کسی صداشو گوش نمی‌کرد. اون جنبش کمونیست کارگری که کاملا برجسته، روشن، مجزا از همه، معلوم باشه حرفش چیه، برنامه‌اش چیه، اصلا کسی برنامه‌ای نداده بود. اون وجود نمی‌داشت. می‌خوای بری با شعار مرگ بر خمینی تو خیابون تصویر حساب کنی؟ من توی سخنرانی گفتم بختیار این کارو کرد. بختیار گفت خمینی آقا بره قم به اصطلاح فقاهت کنه، ولایت نکنه. جامعه گفت بختیار نوکر بی اختیار بود بیکاره. چرا؟ چون بختیار ضد شاه نبود اونطوری که خمینی بود، ضد آمریکا نبود اونطوری که خمینی بود. اون انقلاب سر ضدیت با سلطنت بود و بختیار دستش تو دست اعلی حضرت همایون بود، اپوزیسیون اعلی حضرت بود، جامعه نگاهش هم نکرد. میخوام بگم همه چیز کج و ماوج دیده میشه توی این دیدگاه. بحث انقلاب همگانه میذارم اینجا بگم. منصوریت در چیزی هست، در یک پلونومی هست تو حزب کمونیست ایران سال 67-68، حالا بعدا تاریخشو پیدا کردم. اونجا میگه اگه حرکتی همگانی نباشه اصلا انقلاب نیست. یه طبقه کارگر فقط اگه با بورژوازی دعواش بشه، این میتونه هرج و مرج ایجاد کنه. میتونه آنارشی ایجاد کنه. انقلاب نیست. انقلاب وقتیه که طبقه کارگر میتونه امرشو امر توده اقلی کرده باشه، یک بخش عمده از جمعیت. فرض کنید سر آزادی ها. مثالاشو میزنه، سر دموکراسی، سر آزادی ها. اینو تو پلنوم دهم دوازدهم حزب کمونیست ایران میگه تو سال 68 بحثی شده، رفقای اونجا گفتن انقلاب بعدی در ایران همگانی نیست. مسئول میگه اینطوری نیست، اگه همگانی نباشه انقلاب است. همین بحثی که ما میاریم میکنیم، میگم اون چپی که بازگشته به کمپ سابقش شمشیر میکشه. این تو بحث سلبی استاتی صحبت بنابراین اینه که انقلاب امری سلبی. شما برای که رهبر انقلاب بشی باید عمیق‌ترین نه به وضع موجود رو نمایندگی کنی. و نه تنها رژیم، هر کسی که با این نه با تو شرط نیست رو نقد کنه. مثلا ما تعبیر و تعریفی از رفتن جمهوری اسلامی دادیم تو منشور انقلاب و تو ده فرمان انقلاب، سندا اینطوری. هر نیروی دیگه ای چه چپ چه راست که اون تعبیر و تفسیر رو از سرنگونی نده، شما نقدش میکنید. این جزی از مبارزت برای تعمیق نه مردم علیه حکومت. ولی هرچی هست تعمیق نه به حکومت، تعمیق نمیخواییم، انقلاب سر نخواستنه. مسئولیت باید میگه مردم اگر فکر نکنن که هرچی بیاد از این بهتره، اصلا انقلاب نمی کنن. این روانشناسی انقلاب. میگن هر کی بیاد از شاه بهتره. اون موقع این بود، هر کی بیاد از شاه بهتره. الان میگن هر کی بیاد از خمینی بهتره. این به این خاطر نیست که آگاهی نداره جامعه، یا ترویج نشده، یا جنبش های طبقاتی رو نمیشناسه. مکانیزم انقلاب اینطوریه. انقلاب برای دود کردن و به هوا بردن به قول مارکس، هرچه تثبیت شد و به نظر ثابت و مادام الامنیات دود میشود و به هوا میرود. در اصل انقلاب بر سر ساختن نیست، انقلاب بر سر زدن. تمام کاپیتال مارکس رو بخونید، یک کلمه نمیگه سوسیالیسم اثباتی یعنی چی. یک کلمه توش نیست. تو تمام کاپیتال همش نقد سرمایه است. حتی اونجوری که به توری مارکسیسم به این معنا نقد کاپیتالیسمه و همین نقد کافیه برای پیروزی انقلاب کمونیستی، به شرطی که تو تاکتیکتون، تو سیاستتون، تو عملکردتون این رو به کار ببرید. بحث سلبی اساسا اینه. بحث دیگه ای که من دیگه اینو میگم و تموم کنم، بحث انسان گرایی. انسان گرایی نه به معنی انسان دوستی،
به معنای به اصطلاح عمل خیر، روشن فکرایی که انسان‌ها رو دوست دارن، همونطور که انسان‌های شریف انسان رو دوست دارن. انسان‌گرایی به معنی که رهایی انسان در گروه پیروزی کنسکاگری و گرفتن قدسیسی به واسطه حزب کنسکاگری. همونی گفتم من یک بار دیگه، ما حزب رو ساختیم برای نجات جامعه. وقتی میگه نجات جامعه، به این معتقده که مردم که به قول خودش از زیر فشار قرض، کار، فشارهای چیزی که دادیشه توش پیدا میکنه، این هم یک کفر دیگه است. چطور ممکنه هر انسان شریف سوسیالیست دادیشه است؟ منظور میگه در واقع میگه میتونه باشه. این باید به این اپیل کنیم، باید به این رجوع کنیم، باید روی این حساب کنیم. و بحث سوسیالیسم جنبش شد، کمونیست شدیم که جامعه رو غیر طبقاتی کنیم. چطور ممکنه طبقه گرایی امر ما باشه؟ و همونطور که گفتم بحث به خصوص اولین سخنرانی علنی منصور اکبر که تحت نام این حزب شماست ما منتشر کردیم، دقیقا روی این انگوش میذاره و این خطیه که حزب ما دنبال کرد. ببینید بعد از درگذشت منصور اکبر نه جامعه منجمد شد طبعا، نه مبارزه طبقاتی، نه کمونیسم کارگری و نه حزب کمونیست، همه چیز منتقل شد و طبیعی هم نمیشد تاریخ اونجا نگه داره. خیلی هستن کسایی که اون دوره واقعا طرفدار منصور اکبر بودن و اون رو رهبر خودشون میدونستن، هنوز هم میدونن، ولی بعد از منصور اکبر اینها تبدیل شدن به تأسف خوران، تأسف خورندگان تاریخ. حیف که منصور اکبر دارن دیگه، منصور اکبر نداریم و چون نداریم کمر چپ شکست و دیگه کسی نمایندگیش نمیکنه و دیگه من میرم تو خونه میشینم به حال خودم و طبقه کارگر فقط ظاهرا گریه میکنم. این یه گرایشی بود بعد اون دکتر. گفتم منصور اکبر یه بوتی شد که وقتی رفت دنیا تموم شد، دیگه نمیشه کاری کرد. منتظر باشیم، شاید به هر الفی الف قدی برای منتظر باشیم منصور اکبر دوم، ببینیم کی از کجا طلوع میکنه. فعلا که خبری نیست. یه دیگه حسن هر حزبی رو گذاشتن کنار، محفلی که دو نفره شدن، عده حزب های دیگه ایست درست کردن تحت نام منصور اکبر. همونطور گفتم با فاصله گیری از به خصوص بحث های بعد از حزب و جامعه و حزب و قدرت سیاسی، این هم یه چیز دیگه بود. ولی حزب کمونیست کارگری منصور اکبر باقی موند و پیش رفت و سعی کرد اون متد، اون جهتگیری، اون سیاست ها رو بست بده و به استقبالش بده. استقبال این حزب از جنبش اشغال و سعی در تبیین و توضیح کردن ما و اعلام و استقبال این حزب از برآمدهای جنبش کارگری در ایران و سعی در اینکه جنبش کارگری چهره پیدا کنه، به میدون بیا، خودش بروز قد برافرازه و به عنوان یک طبقه اجتماعی امر همه رو به خودش مربوط بدونه، امر زن و امر مذهب و امر قوم گرایی و غیر اقوام و مردم ترکیه ستمان به رسمیت شناسی که انقلاب موسوم به بهار عرب چیه ریشش. ببین اینو فراموش کردم اینم اینجا بگم، یک نکته اساسی تو متدولوژی منصور اکبر هست که بخصوص در برخورد به انقلابات، جنبش سرنگونی، تحرکات توده ای واقعا تایید کننده است. میگه اگر شما میبینید در حرکت توده ای مردم ناسیونالیسم، مذهب، حتی قومگرایی، انواع گرایشات ارتجاعی انتخاب میکنن، به این خاطر که اون جنبش ها خودشون رو دم دست مردم گذاشتن، مردم هم بهشون رای خودشون. اون اونجاست که میگه شما به خاطر غیبت خودتون نمیتونید تاریخ رو ملامت کنید. اگر میبینید تو خیابون مردم میگن زنده باد شاه، انتقاد به خودت برمیگرده کجایی؟ مردم به خاطر عاشق شاهنشاهی نمیگن زنده باد شاه، به خاطر که میگن هر چی بیاد بهتره. همینطوری که پاسخ بدید. و اگر جنبش شاهی خود رفته خودشو مطرح کرده، دخالت داشته، چهره داره، تریبون داره، خودشو معرفی کرده، مردم میرن برون. همیشه مردم تو حرکت ها چپترین یا اونی که به نظر خودشون میتونه زیر رو کنه اوضاع رو، اون رو تیک میزنن. اگه شما نباشی، شما انتخاب نمیشی. این یک اصل مهمیه. در برخورد بخصوص به 88 اینو میبینی. چپ سنتی، چپ قرن بیستمی، چپ فرقه اینطور فکر میکنه که اگر مردمی رفتن شعارهای راست دادن، جنبش راست اون رو ساخته. این نشوندنده نفوذ جنبش راسته تو برخورد به
به اوکراینی حرف زدن، تو برخورد سوریه حرف زدن، تو برخورد بهار عراقی بحث کردن، در برخورد به 88 این بحث کردن. اگر تو خیابونا شعار راست میبینید، این جنبش منظور مطرود است، محکوم است، بعد باش مرزبندی کرد، بعد علیه صحبت کرد. فکر کنه توده مردم به خاطر گل روی مثلا حسن نصرالله اومده تو لبنان میره، به خاطر گل روی اعلی حسن میره تو خیابون، اگه حالا شعارهای راستی داره. اینطور نیست، مسئولیتم میگه اینطور نیست. میگه چون ما کمونیستا فکر میکنیم، چشمون رو باز میکنیم و پشت حرکت‌های توده مردم که شعارهای ناسیونالیستی راست غیره میدن، این رو میبینیم که دردها آمال واقعی نفته است که چون تو نیستی اون انتخاب کرده، میگه با اون خودم رو مرتبط کن. ما باید بشیم، میگه شما هم به عنوان کمونیست کارگری خودت رو بذار در قابل انتخاب تو جامعه، حضور به هم برسون. ببین بازی میره پشتمون و میگه تو کردستان من این کارو کردم، ما این کارو کردیم تو کردستان و کسانی که در قیاب حزب کمونیست ایران میرفتن با حزب دموکرات اومدن با من پیشمرگه، من سوسیالیست شد نشد، نمیدونستم هنوز کمونیست به قول خود مسئول اکبر خوردنی یا پوشیدنی، ولی امر خودشو که رهایی از ستم مثلا بورژوازی مرکز بود در حزب کمونیست کار کمونیست ایران دید. این مثال رو میزنه و میگه همیشه باید متدولوژی باشه. این تو متدولوژی اساس، این متدولوژی که شب هنوز هم داره عکسش عمل میکنه، حتی اونایی که خودشو طرفدار مسئول کار دیدن عکسش کاملا عکسش عمل میکنه، نمیبینن. پایش اینه که طبقه کارگر طبقه اجتماعی نمیبینه، نقد کارگری یا نقد اجتماعی نمیبینه، حزبشو حزب رهایی نجات جامعه نمیبینه، همه چیز از طریق کارگر. اگر کارگر فقط میتونه حزب درست کنه تو بیکاره ای، اگر کارگر میتونه انقلاب کنه تو بیکاره ای، اگر کارگر میتونه قدرت سیاسی بگیره تو بیکاره ای. تو 88 گفتن کارگر تو خیابون نیست، انقلاب نیست. تو بسای حزب جامعه گفتن کارگر قدرت رو میگیرن نه تو. این غلط است. تو ساختن حزب گفتن کارگرت کو پیوند برقرار نکردی حزب نیست. هر نقطه عطفی تو زندگی کمونیست کارگری و منصور اکبر اینا سرکلشون پیدا شده. الان هم هنوز هستن. همونجوری که پیش بینی می‌کنه منصور اکبر میگه با بالا گرفتن و اوج گرفتن تضادهای طبقاتی و بحران انقلابی اینا سرکلشون پیدا میشه و شده. و این بار تحت نام متاسفانه منصور اکبر. برای این ببینید به نظر من هیچ کاری بیشتر از این نقض منصور اکبر نیست که از این پیغمبر بزن. و تاریخ رو منجمد کنید در لحظه مرگش و از اون به بعد هیچی دیگه قبول نیست. یا مسئول اکبر گفته که حقیقت است، یا اگه نگفته شما حق نداری بگید، تموم شد. این به اصطلاح با جسامه مسئول اکبر رو تو همون معبد کاهنان سرخپوش تاریخ باید کنار زد. این راه بزرگداشت مسئول اکبر نیست. نفس این نشون میده که مسئول اکبر خوب نفهمید چی میگه و چه نوع پدیده هست. به نظر من بهترین و واقعی ترین و معنی دارترین بزرگداشت منصور اکبر این هست که سیاست ها جهتگیری متد اونو درک کنیم و بگیریم و جلو بریم، نه فقط درک اونجا وایسیم. خود منصور اکبر هیچ جایی نساخت. منصور اکبر بهترین مارکسیستی بود که به نظر دوره ما شاید تو تاریخ دنیا به خودش دیده، نه به خاطر اینکه با تکرار مارکس و انگلس، با حرفایی که نفی اونا بود. سر مسئله ملی بحثی کرد که مارکس نگرده لنین هم بکرد. دموکراسی و تعالیمی رو واقعاً معنی از دموکراسی میده که لنین نگفته، مارکس هم نگفته. سر بحث تئوری جنبشی مبارزه طبقاتی هیچ که نگفته. اما مسئولیت بود. سر مخالفت با فدرالیسم، مارکس موافق فدرالیسم، من مخالف فدرالیسم. میخوام بگم این متده که میتونه مسئولیت بود و بزرگ بداره. اگر مسئولیت بود توی ایستگاه مارکس و لنین لنگر ننداخت و ثابت نشد، لطفاً شما هم توی ایستگاه مسئول اکبر لنگر نندازید و منجمد نشید، بیاید جلو. معلومه با اون خط، با اون متد، با اون شیوه، با اون چشم انداز. و حزب کمونیست کارگری به این معنا همیشه مشغول بزرگ داشته مسئول اکبر. خیلی متشکرم. یک رو بریک خواهیم داشت، تشریف بیاریم از خودتون پذیرایی کنیم لطفاً، بعدش برمیگردیم برای یه پرسش و پاسخ. باشه.